مقامات عراق و عربستان بر سر بازگشایی آزمایشی گذرگاه مرزی میان دو کشور از اواسط ماه آینده میلادی به توافق رسیدند. به گزارش شیوز، به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، کاظم العقابی رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی این کشور اعلام کرد که به دنبال توافق با مقامات عربستان سعودی، گذرگاه مرزی عرعر میان دو کشور 15 اکتبر ماه آینده به صورت آزمایشی بازگشایی خواهد شد. العقابی پروژه گذرگاه مرزی عرعر را سرآغاز توافق‌های بیشتر میان عراق و عربستان برشمرد و خاطر نشان ساخت که این یک گام مثبت در راستای بازگشایی همه گذرگاه‌های مشترک میان دو کشور به شمار می‌آید. ماجد المرزم، سرپرست اداره گمرک عربستان، نیز به نوبه خود در این باره تأکید کرد که گذرگاه مرزی عرعر به تجهیزات پیشرفته مجهز شده تا تردد خود را با عراق تسهیل شود. یادآور می‌شود که گذرگاه مرزی عرعر از زمان اشغال کویت از سوی رژیم بعث در سال 1991 میلادی تا کنون بسته مانده. با این حال طی سالهای اخیر شاهد تردد حجاج سرزمین وحی و برخی هیئت‌های دیپلمات عراق و عربستان بوده است. بازگشایی این گذرگاه می‌تواند تردد زائران عربستانی اربعین حسینی را تسهیل کرده و احتمال می‌رود امسال شمار آنان به شکل قابل توجهی افزایش یابد.